السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشری نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جان. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیف 6 مارت با دپوتات های پالات قانونگذاری و عضوی سنت عالی مجلس رهبران سودی عالی ملاقات برگزار نمود. تفصیلات پورا در شرح اولی نمان. در چورابینی راجع به نتیجه آموزش پیشنهادهایی که از جانب خلق ما آید به وارد نمودن تغییر و ایلاوه ها به کنستیتوسیه وارد شدند، مشورت ها گزارانیده شدند. دپوتات ها هر یکی زیاده از 200 هزار تکلیف پیشنهاد کرده اهل جمعیت را با نظر داشت تجربه جهانی، جلب نمودن متخصصان و کارشناسان با نفوذ ساحه های گوناگون با دقت آموختند. از روی نتیجه آموزش که یک چند ماه باز ادامه دارد، تحریر نهایی لایحه قانون کنستیتوسیونی درباره وارد نمودن تغییرات و ایلاوه ها به کنستیتوسیه جمهوری ازبکستان تیار گردید. به مناسبت آن که لایحه قانون تغییرات مهمترین را در ساحه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداره دولتی در بر میگیرد، وکیلان پیش از پیشنهاد لایحه قانون برای پرسی با سوبیکت های تشبث قانونگذاری که در ماده 83 کنستیتوسیه جمهوری ازبکستان معین شده است مشورت میکنند. در این روند پارلمان و حکومت نمایندگان اهل جامعه پیشنهاد و اندیشه های خود را آید به لایحه قانون بیان میکنند. ضمناً ذکر گردید که لایحه قانون مذکور را سودی کنستیتوسیونی علاهیده بررسی نموده خلاصه خود را خواهد داد. مشورت ها دوام خواهند یافت. نقش زن در جامعه واقعا اعتراف شدنی است که امروز ها پیشرفت هر یک ساحه را به اشتراک زنان و بانوان تصور کردن غیر امکان است. می توان گفت که سالهای آخر در ازبکستان مقام زنان و دختران در جامعه بلند شد و آنها در تمام ساحه ها کار و فعالیت نظر رس می نمایند. به مناسبت عید زنان در یکی از کمپلکس های زمانوی ناحیه سرخ چارابینی معنوی معرفتی برگزار گردید. حالا در همین خصوص. امروز ها در تمام شهر و نواحی کشور زنان و دختران در ساحه های مختلف فعالیت ثمرناک برده برای پیشرفت مملکت سهم ارزنده گذاشته ایستادند. در دوامی سالهای آخر در ازبکستان در راه منفعت بانوان یک قطار قرار و فرمان ها قبول گردیدند و برای در هر یک ساحه به طور وسیع فعالیت بردن آنها امکانیت و امتیازهای زیاد فراهم آورده شد. باعث افتخار است که سرور دولت مهنت زنان و دختران را قدر کرده نسبت فعالیت آنها نظر نیک دارد و اندیشه و افکار، قابلیت و استعداد و صداقت و جسارت هر یک نفر را درک می کند. به مناسبت عید بانوان در یکی از کمپلکس های زمانوی تدبیر برگزار گردید و در آن زنان فعال جامعه دعوت شده بودند. در چورابینی حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید مصیف با سخنبر آمده ذکر نمود که وقتی ما درباره زنان سوخی سخن میرانیم، پیش از همه در پیش نظرمان زن مهنت دوست، مادر مشفق، جلوه‌گر می شود. زن در آیله مردم سرملت ازبکستان همیشه نقش اساسی داشت و دارد، زیرا عفت و زیبایی، فروتنی و معرفت ناکی خاص زن بوده با زندگی اهل خاندان تراوت و پاکیزگی می بخشد. واقعا در نوحی سو خستن زنانی که برای رشد ساحه های گوناگون جامعه برابر مردم مهنت کرده و نمونه فداکاری نشان دادند. چند تن از آنها در روز بین الخلقی زنان و مادران با تحفه و افتخارنامه های حاکمیت نوحی سوخ و با نشان های مخصوص تقدیرانیده شدند. گلوی محمد جانوه یک چند سال در ساحه های گوناگون کار کرده است و در این روز خدمت او از جانب دولت قدر کرده شده با نشانی سرسینگی معتبر ایال تقدیرانیده شد. من امروز در ناحیه سوخ بخشیده به 8 مرد اید شده گذشته است. از این فرصت استفاده برده من همه مادران اپای خوهران به این روزی 8 مرد تبریک مبارک بار میکنم. من در چند سال ساحه های هر خیل ساحه ها کار که گذشته که باشم، اگر البته از طرف پرزیدنت ما، از طرف حکومت ما البته مهنت قدر کرده می شده است. من چند سال من خواجگی قشلاقنده کار کردم. من در این روز خرسندی، در روز عید نشانی معتبر ایالم به من سپاریده، من خیلی خرسندم. واقعا مهنت بی‌پاداش نیست. مهنت حلال البته روزی قدر کرده می شود. آنهایی که در چورابینی تقدیرانیده شدند، عرض منتداری به رهبری دولت نموده، گفتند که این اعتبار و دستگیری با آنها غیرت و شجاعت می بخشد. شاه بابر هم ایال بالاسه، مشرف اوش خیال بالاسه، ایال توقن نوائینه هم او آدمزاد بیوک نالاسه. شونده گزر سطرالر بلن من شو بطور ازبکستان خلق ایال لرنه، شو جمله دن معتبر عزیز آنجان لرمزنه
Кирип келаётган 8-май янгиланиш фасли, уйғониш фасли билан чин қалбимдан табриклайман. Уларга узоқ умр, саҳат-саломатлик тилакдошман. Mana bugungi kunda prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor uchun shu sux ahli nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Zan najot dehandai olam az zan ramzi zeboi va nafosat az zan modar ast. Az in jihat ehtiromi zan dar hama davru zamon az masalahoi muhimtarin ba shumor meraft va imruz niz dar O'zbekiston baroi balandbardoshtani maqom va manzalati zan dar jomea qaroru farmonho qabul gardida dar in samt korhoi nazarras amali megardand. Dar chorabini zanon va modaron niz ishtirok kardand ki дар солҳои аввали истиқлолият барои халқу ватан меҳнати самимона карда алҳол дар нафақа мебошанд. Фазолатхон Саидова якчанд сол ҳамчун муовини ҳокими ноҳияи Суғ фаъолият бурдааст. Дар пешрафти ноҳия саҳми арзанда дорад. Замоне ки мо кор кардем хеле мушкил буд. Имрӯз бошад, дар имконияту имтиёзҳо барои аҳоли боз аст, гуфт ӯ. Ман аз номи худам, аз номи нафақахӯрон, ҳамаи шумоёнро ба иди занон, иди духтарон از همین میخواد تبریک و مبارک بود نمایم و همه زنان سخ زمین سلامتی عمری دراز روزهای نیک میخواهم بگذار دای ما سربلند و سعادتمند باشیتون زنهای ما زنهای سخ در ناهی امون و در یکچند جبه ها مهنت کردن در ساحه های ساجگی قشلاق در ساحه تندرستی، در ساحه مدنیت، در همه جا سربلندانه، فداکارانه مهنت کردند. نام آنها را با فخر به زبان گری می ارزد. من بسیار شادم که در همین ناحیه سوخ زندگی می کنیم. من حاضر پرزیدنتم و حاکم ولایت، حاکم ناحیه همون بسیار به زنان ازبکستان اهمیت کلان داده استادند. همه چیز برای زنها، زنها ماید در همه جا در کدام ساحه نباشد کارهای رهبری و کار کرده و آبرو و روح بلند شده کار کرده استادند. در خانه باشد و تربیه فرزندانشان مشغول می شود. من بسیار شاد هستم. من از زنهای خود کتی فخر می کنم. من هم در ناحیه 12 سال جانشین حاکم شدم و حاضر در نفقه در احاده فرزندان و نبیرگان هستم. صنعتکاران مرکز مدنیت ناحیه سوخ باشند توسط سرودهای دلنشین و تدبیر حسن دیگر زم نمودند. می توان گفت که تدبیر مذکور از سوی دیگر بر آن اشارت میکند که بهترین عنعنه و قدریات های ملی ما، سنت های فرهنگی قدیمه‌مان مورد تطبیق قرار گرفته، مقام بانوان بر اساس ستایش نامه های دانشوران و صاحب نظران در جایگاه خاصه قرار گرفته است. نفسی بهار که همه آرزوی آن بودیم به سرزمین زیبای ما آمد. در برابر آمدن فصل بهار و بیدار شدن طبیعت ما عمیق‌تر می‌فهمیم که کلمه های بهار و زن تا چه اندازه به هم موافق و سازگارند. ما گشته و برگشته باوری حاصل می‌کنیم که جنر زن در حقیقت در سیمای خود چنین خصلت های نجیب انسانی مانند زیبایی و نزاکت، مهربانی و صداقتمندی را تجسم کرده است. زن آینه هستی به شمار می‌رود. موضوع را دوام می‌دهیم. زیباگی نفیس زن عالم را روشن میکند، زیرا نیتش پاک است و پاک میباشد. به همگان معلوم است که احترام مادر و زن در کشور ما همیشه ارزش عالی بوده است. ما درس اولین مهر و محبت و آدمگری را از مادران عزیز، از نوای الله آنها میگیریم. واقعا ما هیچگاه نازکترین و پر اسرارترین احساسات از قبیل عشق و صداقت، مهر و محبت و فیض را که معنی زندگی ما می باشد به معجزه ناتکرار خداوند زن تصور کرده نمی توانیم. در دهه سبزار به مناسبت عید مادران تدبیر عیدانه برگزار گردید. آنها طعام بهار سومنک پخته از آن اهل دهه را خواسته احتیاجمندان را بهره ور ساختند. در اطراف دیگ سومنک زنان دهه از ایجادیات دهانه خلق یعنی فولکلور مردم سوخ سرودها خواندند.
محله سبزار در حدود سکتور سیوم جایگیر شده زیاده از 2500 نفر اهالی دارد. در دهه در دام دو سال آخر در راه منفیت خلق و آبادی دیار کارهای نظررس انجام داده شدند. کوچه نمان که اسفالت یا شغل پوش نشده باشد. بینوی محله باشد به طور زمانوی برپا کرده شده است. آیله های احتیاجمند و شامل دفترهای مخصوص جز کمک دولت از جانب حامیان سخاوت پیشه با تشبس رئیس محل نیز منتظم دستگیری کرده می شوند. رئیس محله سبزار عبدالعزیز عبدالجبارف سالهای آخر برای متحد ساختن اهالی و در یک جایگی آباد نمودن محله کارهای نظررس را انجام داده است. در دوامی تدبیر از چهره مردمی دهه مذکور شادی و نشاط بی‌پایان را بر علا احساس کرده ممکن بود. از اصلاحات و سیاست راضی بودن آنها از چهره خاندانشان معلوم بود. در یک طرف رقص و سرود، در طرف دیگر نمایش بازی‌های ملی و ورزشی، در جانب دیگر طعام نوروزی سومنک را به مردم دهه خاصه احتیاجمندان تقسیم نمودن اهالی را دیده به خلاصه آمدیم که مردم دهه سبزار امروز از حیات، از اصلاحات سیاست واقعا راضی بوده، در پیشرفت و آبادسازی منزل زیستشان خیلی فعال می باشند. مقصد اساسی تشکیل این تدبیر برای کیفیت بیرامونه دادن برای زنان و دختران و مادران، برای احترام حرمت نمودن زنان بوده. امید داریم که در این تدبیر البته زنان و مادران خرسند شدن. برای زنان فعال معلمان از طرف سکتر، از طرف حاکمیت، از طرف حامیان تحفه های بیرامونه داده شد. زنان و مادرانی که در راه برپا نمودن ازبکستان نو تامین فراوانی خلق تشبس و نمونه فداکاری نشان داده، در مستحکم سازی محیط معنوی اخلاقی، تربیه نسل نورس در روح وطن دوستی و حرمت به قدریات های عمومی انسانی و ملی حصه برجسته گذاشته می آیند، مناسب قدر کرده می شوند. در دهه سبزار نیز هستند زنان و مادرانی که در کار و بار محله همیشه پیشرو و پیشبر بوده نمونه فداکاری نشان می دهند. با آنها از جانب سکتر سیوم و جمعی شهروندان محله تحفه های ایدانه تقدیم کرده شد. در دوام 6 سال آخر واقعا در ازبکستان نفوذ و مقام زن در جامعه خیلی بلند گردیده، توجه به فعالیت جمعیتی و صحوی بانوان زیاد شد. این فکرها در عرفه عید زنان بار دیگر افاده خود را یافته ایستاده است. با یک سخنگویم زن آلیهی زندگی است، زن آلیهی معرفت، زن آلیهی حسن و زیبایی می باشد. رسالت اصلی زنی مشرق صبوری است. زن مادر شرق زحمتکش و مهنت دوست بود و هست و خواهد ماند. واقعا مادر برای هر یک شخص عزیز و مقدستر از همه موجودات روی عالم است. مادر زن ارزنده همگونه احترام و اعتبار و اعتراف است. در مکتب های ناحیه ساخت نیز در وصف و ستایش زنان چاره‌بینی های معنوی معرفتی تشکیل کرده شد. سعادت زندگی در کلمه زن نهفته است. زن بهترین معجزه بوده، با او واقعا زیبایی، دلربایی و عفت، شجاعت و متانت، صداقت و محبت و نسل‌آفری را یزدان پاک اهدا کرده است. در خاندانی که از نوازش، مهر و محبت و فیض و نصرت زن بهره‌ور نیستند، در آنجا اقرار باید شد که برکت نیز نیست. سعادت زندگی در همین سه حرف نهفته است. در مکتب رقم 20 به مناسبت عید زنان و مادران تدبیر برگزار گردیده، در ستایش بانوان شعر و سرودهای دلنشین قرائت کردید. خوانندگان صحنه‌های پند و اخلاقی در وصف زن آماده ساخته پیشکش نمودند. از نمایش صحنه‌ها معلوم گشت که واقعا زن بهترین معجزه پروردگار است. در مکتب آزمون دختر عاقله برگزار گردیده، در آن دختر بچه های دبستان از روی شرط های معین شده با هم قوه آزمایی کردند. من خیلی شاد هستم که انم خیلی تدبیر خود در مکتب ما وقتی آخر بیشتر شده استفاده است، خصوصا در ازبکستان امروزه ما با زن ها دختران از طرف پرزیدنت ما اعتبار کلان داده شده استفاده است. من یک تا نمونه همین رو ما با زن هایی که سالهای زیاد مهنت کرده که حرمت احترام مهنت اونها قدر شده استادگیش دیده استادم. علاوه بر این با زنها برای با مکتبهای اوله در اومدن هر گونه امتیاز داده شده استاده است. در اون جایی که زن هست همون جده کور هم میشود و حرمت و احترام مهر محبت هم
همونجا نمیشد. یگان روزمو به زنها تصور کرده نمیتونم. من به سبب در حدیث شریف هم جنت زیر قدم مادران است گفته نویسته نشده است. دختران از روی آماده ساختن محصولات برای تیار کردن طعام، تیار نمودن خوریش های ناانعنوی، قرائت شعر و سرود، اجرای رقص و جواب به سوال های ناگهانی با هم قوازمایی کرده مهارت و اقتدار و استعداد خیش را نمایان کرده توانستند. بغیر از این تشکیل این گونه آزمون ها در آموزانیدن اسرار روزگارداری به دختران صنف های بالایی دبستان اهمیت بسا مهم کاس میکند. اصلا من فرصت غنیمت استفاده برده. من از نوم کلکتیو مکتب رقم 20 همه زن ها و دختران رو با ایدی شو مرتشون تبریک می نمایم. دویمو سلامت و سربلند باشن. امروز زن در مرکز اعتبار بوده توفیل سیاست خردمندانه رهبر دولت جایگاه آنها در جامعه بلند می گردد. زن همچون شفاکار، آموزگار، حاکم، پرکرار، خادم ارگان سنت، رئیس محله و دیرکتور مکتب و ژورنالیست در قطار مردان کار و فعالیت می برد و برای رونقیابی وطن عزیزمان سهمی برجسته گذاشته می آید. در تدبیر این سخنان بار دیگر از جانب آموزگاران افاده خود را یافت و در آخر تدبیر خوانندگان بهترین خواسته دخترانی در آزمون غالب گشته تقدیرانیده شدند. همدیارانی عزیز و ارجمند، حالا نوبت را از رویناشه به صحیفه خبرهای ازبکستان میدهیم. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین کشورمان شناس خواهید شد. توجه کنید. دیروز پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات تلفنی انجام داد. آید به جنبه های مبرم روزنامه دو جانبه تبادل افکار صورت گرفت. مسئله های نگاه داشتن دینامیک افزایش گردش مال، پیشبرد لایحه های سرمایه گذاری و توسعه همکاری های صنعتی در بخش های گوناگون اقتصادیات با اشتراک شرکت و کارخانه های پیشرفته دو کشور بررسی شدند. با گسترش منبعی همکاری های بین منطقوی، فعال گردانیدن تبادل فرهنگی و گومانیتاری توجه جدی ظاهر کرده شد. سران دولت ها همچنین مسئله های همکاری های منطقوی را بررسی کردند. شرکت هواپیمایی پابدا روسیه بنقشه گرفته است که از 21 اپریل سال 2023 با خط سیرهای چارتری مستقیم مسکو و تاشکند را پیوندد. با اطلاع دفتر مطبوعات شرکت ازبکستان ایرپورتس قرار است پروازهای منتظم در خط سیر مسکو سمرقند مسکو هفته دو مراتبه روزهای پنجشنبه و یکشنبه انجام داده شوند. این نیت را نمایندگان شرکت هواپیمایی روسیه با اداره کننده شرکت فرودگاه های بین المللی ازبکستان ایرپورتس اظهار داشتند. در ملاقات مسئله های تشکیل پروازهای منتظم مسافربر از شهرهای روسیه به تاشکند، سمرقند، بخارا و دیگر شهرهای ازبکستان بررسی شدند. سنت قانونی را که در آن برای مجبوراً به کارهای بیرون از وظیفه جلب کردن آموزگاران جزا تا مسئولیت جنایی پیش بینی شده است قبول کرد. این قدمی کلان در راه حمایت آموزگاران است. باوری دارم شخصانی به ذمه معلمان اجرای کارهایی که به وظیفه آنها دخل ندارد میگذارند در نزد قانون جواب میگویند، قید کرد در تلگرام کانال خود سعیده مرزیایوا. وقتی که پرزیدنت به این قانون امضا میگذارد آن حقیقت بی بحث برای آموزگاران و ساحه تعلیم میشود. بینندگانی عزیز و ارجمند، صحیفه خبرهای ازبکستان با بخش خبری پیام رسانه‌ای انجام میبخشد. خیر سلامت باشید، اما از ما دور نروید، زیرا برنامه های تلویزیونی سوق دوام دارد. سلامت باشید.